بیانیه های زندانیان سیاسی در زندان های اوین، فشافویه، گوهردشت و مرکزی کرج به مناسبت روز جهانی علیه اعدام در ایران تخت ستم و در زنجیر شاه و شیخ با نفی حق طبیعی حیات و برای حفظ حکومت ننگین خود آگاه ترین جوانان این مرز و بوم را به جوخه های تیرباران و تنابهای دار سپردند. رژیم آخوندی کماکان رکورددار اعدام در جهان است. تمامی آمران و دستندرکاران قتل عام 67 از جمله رئیسی، مغیسه، نیری، پور محمدی باید در برابر عدالت قرار گیرند. هر گونه مبارزه جدی در جهت لغو کامل اعدام به سرنگونی این رژیم راه میبرد و تنها پاسخ قاطع به این ضرورت از ارتش آزادی و کانونهای شورشی می گذرد. بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج در ایران تحت ستم و در زنجیر شاه و شیخ با نفی حق طبیعی حیات آگاهترین و جانبرکفترین جوانان این مرز و بوم را صرفاً جهت حفظ حکومت ننگین و دیکتاتوری خیش به جوخه های تیرباران و تناب های دار سپردند. و کماکان نیز رژیم ضد بشری آخوندی همانند اصلاف خیش از اعدام به عنوان ابزار سرکوب اعتراضات و قیام های برحق مردم سرزمینمان استفاده می کند. در این بیانیه همچنین آمده است ایرانیان در زنجیر تمامی آمال آرزوهای پایمال شده خیش به دست آخوندهای جنایتکار را که همان آزادی و دموکراسی و حق حاکمیت مردمی می باشد در نیروی پیشتاز و جان برکف خود یعنی سازمان پر مجاهدین خلق ایران و خواهر مریم رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت برای دوران انتقال یافتند. خواهر مریم در بند سه برنامه ده ماده خود که مترقی ترین برنامه در سطح جهانی است و همزمان مورد استقبال طیف وسیعی از مردم و جوانان ایران قرار گرفته و از حمایت گسترده شخصیت های آزادی جامعه بین الملل و پارلمانتر های کشورهای مختلف برخوردار می باشد نوید لقو حکم ضد انسانی و جنایتکارانه اعدام در ایران فردا را داده است. رود خروشان خونه بیش از 120 هزار شهید مقاومت سراسری و سی هزار شهید قتل عام 67 و شهیدان قیام در سالهای 96 و 98 و رنج و فدای بیکران مجاهدان اشرفی زامن پیروزی خلق ماست. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی، زنده باد آزادی، پیروز باد ارتش آزادی بخش ملی ایران، گسترده تر باد کانونهای شورشی قیام. جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردش کرج مهر 99 بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی اوین رژیم آخوندی کماکان رکورددار اعدام در جهان می باشد. اعدام بیش از سی هزار زندانی در تابستان 67 که با فتوای خمینی صورت گرفت به خوبی ماهیت خونریز این رژیم را در بکار بردن این عمل شنی به منظور خفه کردن هر گونه صدای قیام و اعتراض نشان میدهد. اعدام زندانیان سیاسی علی سارمی، جعفر کازمی، محمد حاجقایی پس از قیام سال 88، مصطفی صالحی از معترضان قیام 96 و نبید افکاری که پس از قیام خونین آبان 98 به تازگی به اجرا درآمده، جملگی در همین راستا بوده است. از این رو تمامی آمرین و دستندرکاران قتل عام 67 از جمله رئیسی، مقیسه، نیری، پور محمدی و همه کسانی که نقشی در این جنایت ها داشتند می باید مورد حسابرسی و در برابر عدالت قرار گیرند. زندانیان سیاسی زندان اوین در ادامه بیانیه نوشتند هر گونه اقدام و مبارزه جدی در جهت لغو کامل این مجازات ضد انسانی به ضرورت سرنگونی این رژیم راه میبرد و تنها پاسخ قاطع به این ضرورت از ارتش آزادی و کانونهای شورشی میگذرد با استناد به بند سوم از طرح ده ماده خواهر مریم برای ایران آزاد به لغو کامل آن متحد خواهیم بود دیر نیست روزی که قاتلان و جنایتکاران به دست عدالت سپرده شوند و چوبه های دار در آتشفشان خشم خلق و پیکار های شورشی گلستان شود جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین 17 همه مهر ماه 1399 بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی کرج به نشان روز دهم ده اکتبر خود را موظف می‌دانیم که با استوارترین و رساترین فریاد مخالفت خود را با اعدام و شکنجه اعلام نماییم ارتجا که در قبال هر گونه ندای آزادی خواهی خود را علیل و ناتوان می چاره را در خاموش کردن ستاره ها می دریقا که آسمان غرق ستاره است. بیشک آینده ایران در سایه طرح ده مادهی خواهر مریم رجوی و به خصوص در ماده سوم این تر در ایران و آزاد فردا از لغو حکم اعدام دفاع می و نسبت به آن متحدیم تضمینی کافی است برای منسوخ نمودن این غیر انسانی ترین عمل کرده سفلگان. شکنجه و ادام های بین سال های تا 67، و, شست و, هفت و ادام های اخیر در زندان های اسفحان و شیراز و صف انتظار جوانان معترض قیام های اخیر به جنایات و خیانت های این رژیم در زندان های مختلف ایران برای اجرای حکم ادام ما را مصمم به آن می کند که در ایران آینده به شکنجه و ادام فقط یک کلام بگوییم نه. جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی کرج 16 مهر 1399 بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ فشافویه لغو اعدام خواست عموم مردم ایران است. خواهر مریم امید مردم ایران برای ایران آزاد فردا در ماده سوم طرح ده ماده خود چنین میگوید در ایران آزاد فردا از لغو حکم اعدام دفاع می کنیم و نسبت به آن متعهدیم. ما زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ مجازات اعدام در ایران را محکوم می کنیم و خواهان یک ایران بدون اعدام و شکنجه هستیم. چهل سال است که بلایت فقیه با استفاده از چوبه های دار و میدان های تیرباران حاکمیت خود را حفظ کرده است. این بیانیه می جنایاتی که با انتصاب جلاد قتل عام 67 رئیسی به ریاست قوه قضاییه همچنان ادامه دارد که البته دور نیست که به دادگاه های بین المللی سپرده شوند. ما که خود بسا جنایات رژیم را با پوست و گوشت خود لمس کرده و چشیده ایم خواهان یک ایران آزاد بدون اعدام هستیم و پاسخ را برای رسیدن به یک ایران آزاد و بدون سرکوب و اعدام در آتش می دانیم. پاسخ اعدام آتش است. پاسخ رهایی از این رژیم در ارتش آزادی بخش ملی و کانونهای شورشی است. جمعی از زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ 16 مهر 99